درود میگم به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره. ساناز صفا هستم و 26مین برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم. امروز پنجشنبه 28 فروردین 1399 برابر با 16 آپریل 2020 میلادی هست. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در 3 نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionarmak.com در روزهای پنجشنبه ساعت 2:30 بامداد به وقت ایران، یک شنبه ساعت 9 بامداد بازپخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 17 بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در ضمن این برنامه در شبهای جمعه ساعت 21 به وقت ایران از طریق ماهواره یاسد ویژه درون ایران نیز پخش میشه. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولیم. کنگره رهایی ایران. با سفر محمد جواد ظریف به سوریه، مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با انتشار تصویری از ملاقات وزیر امور خارجه ایران و بشار اسد در توییتر نوشت: رژیم از سال 2012 بیش از 10 میلیارد دلار پول مردم ایران رو به اسد داده. او در توییت دیگری با ادعای دخالت جمهوری اسلامی در سوریه مدعی شد که اگر تهران به دنبال امنیت و سلامت مردم سوریه بود، نیروهای سپاه و حزب الله را از این کشور خارج می‌کرد. حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از بشار اسد و نقش کلیدی تهران در حفظ اسد در جریان 9 سال جنگ داخلی سوریه که به کشته شدن حدود 400 هزار نفر و بی‌خانمانی میلیون ها نفر منجر شد. خاندان اسد از 40 سال قبل در سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی جایگاه ویژه داشتند و تا امروز یکی از پرهزینه ترین جنبه های سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را رقم زدند. برای مثال در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس، قانونی تحت عنوان فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه به تصویب رسید. این قانون که در تابستان 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به وزارت نفت اجازه میداد 1 میلیون تن نفت مجانی و تا 5 میلیون تن نفت با تخفیف 2.5 دلار برای هر بشکه رو به سوریه تحویل بده. این در شرایطی بود که ایران در حال جنگ با عراق بود و در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برد. مورگان اورتگاس در بخش دیگری از توییت خود این پرسش رو مطرح کرده که ظریف این بار در سفر به سوریه چقدر پول چپاول شده ملت ایران رو به اثر تحویل داده. این در حالی است که در شرایط سختی که هموطنانمون در کشور زندگی می‌کنند، دولت با هزار منت اقدام به ارائه یک یارانه 1 میلیون تومانی، اون هم با بهره 12% می‌کنه. ولی از اون طرف سالیانه بیش از 1 میلیارد دلار پول مردم ایران رو رایگان در اختیار بشار اسد قرار میده. واقعاً که همه اینها یک اعتبار 1 میلیونی در اختیار اینا قرار میگیره و این 1 میلیون تومان اعتبار در اختیار همه این خانوارها قرار میگیره. اونا به تدریج از یارانه‌ای که در ماهای بعد، اونم باز 24 ماهه، در طول 24 ماه به تدریج از یارانشون کم میشه و بنابراین در ماه اردیبهشت قاعدتاً ما میتونیم این رو سامان بدیم و اعلام کنیم بهشون، این 1 میلیون اعتبار در اختیار اونها قرار بدیم. قرار شد که تمام کسانی که یارانه میگیرن که 23 میلیون خانوار هستن، سرپرست خانوار میتونه از 1 میلیون تومان هم این شارژ کارتشون استفاده بکنه. از ماه آینده هم آقای رئیس جمهور دستور دادند که اجرایی بشه. به این ترتیب کسانی که یارانه میگیرند میتوانند اگر متقاضی باشند بدون اینکه مراجعه ای به بانک داشته باشند تو سایت موافقت بکنند
در واقع نوعی یارانه اینها رو به عنوان ضمانت کار بانک‌ها قبول می‌کنند و 1,000,000 تومان برای خرید تجهیزات و اینها حساباشون شارژ میشه، یعنی در واقع 1,000,000 به اینها تسهیلات 12% داده میشه. فریدون حسن‌بند نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی آمار عجیبی از حضور روحانیون در وزارت نفت رو در تابناک ارائه کرد و با یادآوری اینکه 1800 روحانی در وزارت نفت فعال هستند توضیح داد به کارگیری این حجم روحانیون در صنعت نفت نشان از پیگیری پیوست فرهنگی در این مجموعه دارد. هرچند اون توضیح نداده که دقیقاً این میزان از روحانیون در این وزارتخانه چه پیوست‌های فرهنگی رو دنبال می‌کنند. این موضوع در کنار تبدیل شدن به تیتر بسیاری از رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. سوالی که هست اینه که آیا این روحانیون هم از فیلتر سخت آزمون استخدامی وزارت نفت عبور می‌کنند؟ 1800 نفر از نخبگان حوزه علمیه در وزارت نفت دقیقاً مشغول به چه کار هستند؟ کل کارکنان مشغول در ساختمان وزارت امور خارجه کشور 1,000 و خورده‌ای نفر هست. اون وقت در مجموعه های وزارت نفت 1800 روحانی اشتغال دارند. آیا آقایون برای ورود به سایر وزارتخانه ها که به لحاظ حقوق و مزایا شبیه وزارت نفت نیست هم اینقدر مشتاق هستند؟ یا موضوع درباره این وزارتخانه فرق میکنه؟ ببخشید. قدرت شگرف و جادویی آخوندها رو فراموش کرده بودیم که نباید درباره روحانیون انتقاد کنیم و حرفی بر علیه اونها بزنیم، چون اونها میتونن هر غیر ممکنی رو ممکن و هر ممکنی رو غیر ممکن کنن. یه سری هستن که میان توهین میکنن، توهین به من هیچ مشکل نداره، منتها توهین به این لباس، یعنی تو دیگه خیلی نفهمی. اما این لباس انقدر حرمت و بزرگی داره که فعل حرامو میتونه تبدیل بکنه به فعل حلال. دروغگویی، اگه من بگم توی این لباس بگم میشه دروغ مصلحتی، ثوابم داره. زنا، اگه من توی این لباس انجام بدم میشه صیغه، تازه میتونم از برکت وجودش دیگران هم صیغه کنم، به درآمدم برسم، اصلا هم اسمش چی نیست. حماقت میشه شجاعت، بزدلی میشه مصلحت، لودگی، سخنرانی، ایکبری، پاک و نورانی، زورگیری، خمس، گدایی، زکات، قاره، جهاد. اما این لباس حرمت داره، توهین نکن. روز به روز رسوایی چین در جامعه جهانی بیشتر و بیشتر میشه. اندرو شیر، رهبر محافظه‌کاران کانادا، در گفتگوی عنوان کرد زمان آن رسیده تا کانادا در روابطش با چین تجدید نظر کنه، چرا که این کشور در ارائه اطلاعات مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا دست به پنهانکاری زد. او در ادامه گفت ما در میانه مسیر مبارزه با کووید 19 قرار داریم، ولی اطلاعاتی که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائه شده بود قابل اطمینان نیست و بر تصمیماتی که ما در داخل کشور گرفتیم تأثیر گذاشته. با گذشت زمان بیشتر مشخص میشه که ما نمیتونیم به چین به عنوان یک متحد قابل اتکا بر اساس ارزش‌هایمان حساب کنیم. ما باید در روابطمان با چین تجدید نظر کنیم. از سوی دیگه روزنامه بیلد آلمان در گزارشی خواستار پرداخت غرامت 130 میلیارد پوندی از سوی چین به دلیل ضررهای مالی وارده به برلین به خاطر کرونا شد. در این لیست به ضرر 27 میلیارد یورویی صنعت گردشگری، 7 میلیارد یورویی صنعت سینما و 50 میلیارد یورویی خط هوایی لوفتانزا اشاره شده. با گذشت زمان بیشتر ثابت میشه که دروغگویی و پنهانکاری‌های چین که خسارت جانی و مالی زیادی به همه جهان وارد کرده، به طور سهوی و اتفاقی نبوده و تنها در جهت یک قطبی کردن اقتصاد جهان بوده. البته همکنون هم همین امر موجب خشم خیلی از کشورها شده و احتمال میره در دوران پس از کرونا شاهد شکایات زیادی از چین در دادگاه‌های بین‌المللی باشیم. یک ویدیوی ارزشمند توسط شبکه مجازی جعبه سیاه در رابطه با سیاست‌های کلان اقتصادی چین تهیه شده. با هم ببینیم. چین پروژه تریلیون دلاری را برای تبدیل شدن به ابرقدرت جدید جهانی شروع کرده است تا به واسطه این پروژه جریان اقتصادی جهان را در دست بگیرد. و حالا نقشه چین چیست؟ در پاکستان این بزرگراه در دست احداث است و همچنین این خط آهن در کشور قزاقستان.
این پل در کشور لاوس هم مراحل نهایی ساخت را سپری می کند. در کنار همه اینها، این بندرگاه بزرگ هم در سریلانکا چندی قبل افتتاح شد. حال سوالی که پیش می آید این است که این پروژه ها چه ربطی به چین دارد؟ بد نیست بدانید که تمامی این پروژه ها متعلق به کشوری است که به واسطه آن 3 قاره جهان را تحت پوشش و 60% جمعیت کل جهان را تحت شعاع قرار داده است. اگر تمامی این نقاط را به هم متصل کنیم، پیدا کردن این کشور بر روی نقشه اصلا کار سختی نیست. این پروژه کمربند جهانی چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت جدید جهان با صرف سرمایه معادل 8 تریلیون دلار می باشد. سال 2013 رئیس جمهور چین ژی جین پینگ در قزاقستان در مورد جاده ابریشم صحبت می کند. یک ماه بعد پینگ در اندونزی. این دو سخنرانی اولین سخنان او در مورد میراث تریلیون دلاری او برای آینده چین است و همچنین دو جزء اساسی از پروژه چین بزرگ. چین دارای 6 خط مواصلاتی اصلی به خارج از خاکهای خود است و این کریدورها کالاهای این کشور را به دورترین نقاط جهان انتقال می‌دهند. برای مثال این خط آهن که چین را به لندن متصل می‌کند و یا این خطوط انتقال گاز که از روی دریای خزر به چین می‌رسد و اینها همگی پروژه‌هایی به رهبری کشور چین در جهان است. در ادامه این کریدورها جاده ابریشم دریایی چین وجود دارد. جاده ابریشم دریایی از دریای جنوبی چین شروع و به سمت قاره آفریقا ادامه پیدا می‌کند و این زنجیری از بندرگاه‌هایی است که چین از آنها برای تجارت و ارسال محصولاتش استفاده می‌کند. جاده ابریشم جدید چین پالایشگاه‌های نفت، مراکز بزرگ صنعتی، تأسیسات انرژی برق و شبکه‌های فیبر نوری، همه اینها برای تجارت هرچه آسان‌تر دنیا با چین برنامه‌ریزی شده است. تا به امروز چین تفاهم‌نامه‌هایی با 60 کشور جهان در خصوص این پروژه‌ها به امضا رسانده و این لیست هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود. چین این پروژه ها را به عنوان پروژه های برد برد برای هر دو طرف القا می کند. برای اینکه چین کاری به میزان دموکراسی یا گذشته سیاسی این کشورها ندارد و فقط سود و بهره برداری دو طرف را در این پروژه ها مهم می داند. برای مثال پاکستان را در نظر بگیرید. پاکستان نیز مانند اکثر کشورهای جنوب و مرکزی آسیا با مشکلات اقتصادی و فقر دست به گریبان است. این کشور منطقه محبوب برای سرمایه‌گذاران خارجی نبود تا اینکه چین وارد این کشور شد. در سال 2001 چین در شهر کوچک گادار پیشنهاد ساخت یک بندرگاه بزرگ را به پاکستان می‌دهد. در کنار این بندرگاه تمام پروژه‌های به اتمام رسیده چین تا سال 2018 اما از تمامی راه‌های مواصلاتی جاده‌ای و ریلی، پروژه جدید جاده ابریشم این کشور را با صرف هزینه بالغ بر 620 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد. نکته جالب اینجاست که این بندرگاه دقیقاً نقطه تلاقی جاده ابریشم خاکی و دریایی چین می‌باشد. این پروژه برای هر دو کشور بسیار سودآور بود. از یک طرف پاکستان در این 8 سال بیشترین و بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ خود را تجربه کرد و با ابرقدرتی مثل چین روابط دیپلماتیک صمیمانه‌ای برقرار نمود. و از طرف دیگر چین یک راه اختصاصی دیگر به مرکز نفت و گاز جهان یعنی خاورمیانه ایجاد کرده بود. پروژه جاده ابریشم چین با گذر از 68 کشور و تحت شعاع قرار دادن 4 میلیارد انسان، کریدوری مهم در آینده اقتصادی جهان به شمار می آید. دومین بهره برداری چین از این پروژه ها را می توان انجام و تکمیل تمام این پروژه ها توسط شرکت های چینی دانست. شرکت هایی که شانس زیادی برای گرفتن پروژه در داخل کشور چین را نداشتند، با پشتیبانی که از آنها در پروژه های جاده ابریشم شد، امروز از 10 شرکت بزرگ عمرانی جهان 7 شرکت متعلق به کشور چین می باشد. همچنین چین به تمامی این کشورها پیشنهاد پرداخت وام های میلیارد دلاری می دهد تا به دلیل وابستگی به چین به سمت سرمایه گذاران غربی نروند. اکثر این کشورها توانایی بازگرداندن این وام ها را ندارند. پس چین با اطلاع از این موضوع چرا این وام ها را پرداخت می کند؟ جواب این سوال بسیار ساده است. چین سال گذشته وامی 1.5 میلیارد دلاری را برای ساخت یک بندرگاه در سریلانکا به این کشور پرداخت کرد. سریلانکا منطقه مهم بر روی نقشه جاده ابریشم دریایی چین محسوب می شود. طبق انتظار سریلانکا نتوانست در موعد مقرر وام را به چین بازگرداند و در عوض با یک قرارداد 99 ساله کنترل کامل این بندرگاه را به چین سپرد. بندرگاه شهر گادار در پاکستان هم با قراردادی 40 ساله در دست چین می باشد و همچنین چین علاقه زیادی به انجام پروژه های مشابه در میانمار و جیبوتی دارد.
چین خوب می‌داند که وام‌های پرداختی‌اش هیچ وقت برنمی‌گردند، ولی در مقابل کنترل نقاط استراتژیک مهمی در آسیا، آفریقا و اروپا را بر روی جاده ابریشم در دست گرفته است. بله، همونطور که مشاهده کردید و در هفته‌های گذشته هم به همین موضوع اشاره شد، کشور چین کاملاً هدفمند و با برنامه به دنبال یک قطبی کردن اقتصاد جهانی است و در همین راستا از خوشخدمتی حکومت‌های خودفروخته مانند جمهوری اسلامی حاکم بر ایران هم شدیداً در جهت منافع خودش البته یک سویه بهره می‌بره. مثلا آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران ایشون اونطور که نشون میدن، یا بهتر بگیم نمایش میدن، براشون مسلمان‌ها مهم نیست، بلکه مسلمان‌های سوریه و لبنان و یمن مهمه، نه مسلمان‌های میانمار که حکومت چین دست به نسل‌کشی اونها زد. خامنه‌ای هرگز نسبت به کشتار مسلمانان توسط چین و روسیه کوچکترین اعتراض و انتقادی نکرده. دفاع از مسلمین یک شعار توخالی نظام جمهوری هست و بس. خود این رژیم فاسد مستعمره دولت‌هایی است که مسلمان‌ها رو با شدت کامل قتل عام می‌کنه. کشتار اویغورهای چین و مسلمانان روسیه و سکوت خفتبار خامنه‌ای. جمهوری اسلامی این افتخار رو برای خودش باید حفظ کنه که علناً صریحاً علیه ظلم حرف بزنه، چه این ظلم در مناطق اشغال شده به وسیله صهیونیست‌ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در هر نقطه دیگری باشد در میانمار. باید نسبت به اینها جمهوری اسلامی موضع شجاعانه و صریح خودش رو اختیار کنه. راه چاره این است که دولت‌های مسلمان عملاً وارد بشن. نمیگیم لشکرکشی کنن به اونجا، اما فشار سیاسی بیارن، فشار اقتصادی بیارن، در حال کشور مسلمان و دولت مسلمان هستن. در سیاست خارجی ترجیح شرق در غرب دیگر از اولویت‌های امروز ماست. به نیزار بردن و کشتن، به رودخانه سپردن، تو میدان مردن و بردن و اشرار شمردن. جرم آزادگی، کودکم به چوبه دار سپردن. 40 سال جز نسل کشی هیچی ندیدی، به جز خود به یه نیرنگ و دروغ هیچی ندیدی. یه نقاب رو صورت بیگانگان چه افتاد و از خواب قفلت پریدی. سوگن به خاک احواز و بلود چه مازنی، سوگند خون کرد و لر و فارس و آزری،
سوگند به گوشه گوشه این سرزمین، سوگند مهر پاک ایران زمین، سوگند استخوان ویرون زده شهر ری، سوگند به من و تو، به ماه آبان، به ماه دی، سوگند که بر میخیزیم خیزشی همچو توفان، سوگیانی مانند سی. کبوترهای عاشق بدون من، شلیک به آسمون از روی کینه و از روی ترس، شلیک به عمد به خاطر چند روز بقا، تیر خلاص به صورت فرشته ها، 40 سال جز نسل کشی هیچی ندیدی، به جز خود به یه نیرنگ و دروغ هیچی ندیدیم، یه نقاب رو صورت بیگانگان چه افتاد از خواب قفلت پریدیم، سوگند خاک اهواز و بلوچ و مازنی، سوگند خون کرد و لور و فارس و آذری، سوگند به گوشه گوشه این سرزمین، سوگند به مهر پاک ایران زمین، سوگند به استخوان بیرون زده ی شهر ره، سوگند به من و تو، به ماه آبان، به ماه دی، سوگند که بر میخیزیم خیزشی همچو توفان، سوگیان مانند سی. نوبت برنامه پژواک رسید. همکارم پویا بهرامی ما رو در جریان اخبار و وقایع اروپا مرتبط با ایران قرار میدن. با هم ببینیم. درود به بینندگان شنوندگان برنامه سیمای کنگره رهایی ایران. از اینکه دوباره فرصتی دست داده تا با برنامه پژواک میهمان مناظر شما باشم بسیار خوشحالم و برای یکایک شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. در برنامه پژواک ما به بررسی اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های غیر فارسی می‌پردازیم. در هفته‌ای که گذشت ما طبق معمول اخبار هولناک و ناراحت کننده از ایران دریافت کردیم. اعدام شایان سعیدپور، جوان 23 ساله ایرانی که به جرم قتل در سن 17 سالگی محکوم به اعدام شده بود و مثل مصطفی سلیمی و نزدیک به 80 زندانی دیگر از زندان مرکزی سقز برای حفظ جانشون از ویروس کرونا و بیماری کووید 19 از زندان فرار کردند، اما او دستگیر شد و حکم اعدامش به سرعت به اجرا گذاشته شد. سایت دویچه وله در مقاله با عنوان کارشناسان سازمان ملل در مورد اعدام در ایران نگران هستند به وضعیت خطرناک سلامتی زندانیان در ایران با توجه به پاندمی ویروس کرونا اشاره می‌کند و همینطور به این نکته مهم می‌پردازد که ایران رسما کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حمایت از خردسالان را امضا کرده، اما در حقیقت همانطور که آخرین اون اعدام نشون داد منظور اعدام شایان سعیدپور هستش، تهران اونها رو نادیده میگیره و همچنین در این مقاله
به گفته های جباری دادستان سقز اشاره میکنه که گفته این فرد در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی و شرعی و بلوغ عقلی رسیده و در این زمینه هیچ ابهامی وجود نداره. اما از سوی دیگه به گفته شبکه حقوق بشر کردستان و به نقل از پدر شایان، دادستان سقز روی اجرای این حکم پافشاری میکرده و حتی در تماس با خانواده مقتول از اونها خواسته تا رضایت ندن. خبر بعدی که به اون میپردازم مربوط به روزنامه بیلد و شکایت ایالت میسوری آمریکا از چین به خاطر پنهانکاری اون کشور در اعلام به موقع خطرات ویروس کرونا و نقص معاهده مراقبت بهداشتی بین‌المللی و دریافت غرامت از اون دولت هست. این دادخواست توسط دادستان کل ایالت ارک شمید در دادگستری فدرال تشکیل شده و مقامات چینی را متهم به شرکت در کارزار وحشتناک فریب، پنهانکاری، سوء استفاده و عدم فعالیت درست برای مقابله با خطرات ویروس کرونا متهم میکنه. دادستان ایالت میسوری دولت چین را مسئول مرگ و رنج عظیم و ضرر و خسارات اقتصادی غیر قابل جبران به جهان و از جمله میلیاردها دلار ضرر اقتصادی برای ساکنان میسوری میدونه. میسوری اولین ایالت آمریکاست که در پی شیوع ویروس کرونا رسما از دولت چین شکایت کرده و درخواست غرامت میکنه. لازم به توضیحه که پیش از این اندیشکده پژوهشی روابط خارجی هانری جکسون در بریتانیا اعلام کرده که مردم انگلستان خواستار طرح شکایت بین‌المللی از چین به دلیل اینکه اجازه شیوع ویروس کرونا را داده شدند و لندن در صورت پیگیری این خواسته مردم بریتانیا میتونه درخواست 350 میلیارد پوند استرلینگ برآمد کنه. در گزارشی که این اندیشکده روز دوشنبه 20 آپریل منتشر کرده، مدعی وجود شواهدی است که ثابت میکنه دولت چین مسئولیت‌های خود را در چارچوب معاهده مراقبت‌های بهداشتی بین‌المللی نقض کرده و به همین خاطر مستوجب تعقیب قضایی و پرداخت غرامت هست. در این گزارش 10 راهکار قانونی به کشورهای جهان از جمله بریتانیا پیشنهاد داده شده تا بتونند علیه چین در محاکم بین‌المللی طرح دعوا کنند که از جمله این راهکارها طرح دعوا علیه دولت چین در دادگاه لاهه و نیز شکایت علیه دولت پکن در محاکم و مجامع چون سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و یا سازمان تجارت جهانی هستش. موضوع بعدی که در اکثر رسانه‌ها با سر و صدای زیادی همراه بود، ادعای اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر ارسال موفقیت‌آمیز یک ماهواره نظامی به فضا و قرار گرفتن اون در مدار زمین هستش. یکی از مقاله‌های خوبی که به این موضوع پرداخته مربوط به سایت اشپیگل میشه با عنوان برنامه موشکی با فناوری ناشناخته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کمال تعجب ماهواره‌ای را به فضا ارسال کرد. این پروژه هم باعث تحریک کشورهای بین‌المللی است که البته به نظر من اشاره به قطعنامه‌های سازمان ملل داره و هم یک نمایش قدرت. بنا به گزارش اشپیگل، نویسنده این مقاله فابیان هیتسن و همکارانش مرتباً عکس‌های ماهواره‌ای از صحرای ایران رو جستجو می‌کنند. این محقق آلمانی که در مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی جیمز مارتین در مونتری کالیفرنیا به تحقیق در مورد توسعه موشکی تهران می‌پردازه، یکی از مکانهایی که هنگام تماشای عکس‌ها همیشه توجه اون رو جلب می‌کنه منطقه در جنوب شرقی شهر شاهرود هستش که در واقع بین کوههای البرز و کمیر نمک بزرگ واقع شده و در حدود 330 کیلومتری شمال شرقی پایتخت تهران قرار داره. هینتسه در این مقاله میگه که از نظر سیاسی نشانه این است که ما باید آماده تشدید تنش در منطقه باشیم. اما نکته جالبی که نویسنده به اون اشاره میکنه، اداره زیرساخت‌های نظامی ایران و حتی ارتش ایران توسط سپاه پاسداران هستش و این اقدام سپاه درست در زمانی رخ داده که نفت به قیمت منفی که در تاریخ معادلات اون بی سابقه است رسیده
و هنوز تکلیف سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه روشن نشده و کرونا و بحران اقتصادی در ایران بیداد میکنه و تمام تلاش سپاه پاسداران رو نشانه از علاقه این سازمان تروریستی برای ایجاد جنگ در منطقه میدونه. همینطور نویسنده مدعی شده که گسترش و آماده سازی شلیک این موشک بالستیک و ماهواره اون کاملا مخفیانه بوده و حتی کسی در دولت ایران هم از اون خبر نداشته. مورد دیگه ای که به سپاه مربوطه اینه که دیروز چهارشنبه 22 آپریل رئیس جمهور آمریکا به نیروی نظامی خود در خلیج فارس دستور داده که هر قایق سپاهی که برای ناوگان آمریکا ایجاد مزاحمت میکنه را از بین ببرن و حالا باید دید با این فرمان آیا باز هم سپاه پاسداران دست به ماجراجویی خواهد زد. نکته ای که کاملا مشهوده اینه که رژیم با حمایت چین و روسیه همچنان برای ما مردم ایران و مردم منطقه بسیار خطرناکه. موضوع آخری که به خاطر کمبود وقت با اون کوتاه میپردازم، بزرگترین قانون شکنی و دزدی در تاریخ ایران هستش و اون چیزی نیست جز ارائه سهام هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی که به صورت خلاصه اون به عنوان شستا میشناسن در بازار بورس ایرانه که از روز 27 فروردین ماه رخ داده و هدفی جز دزدی قانونی از جیب سرمایه گذاران و خریداران سهام نداره. مالکین شستا در واقع بازنشستگان و پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی هستن که نقشی در اداره اون ندارن و هیئت رئیسه و مدیرعامل تامین اجتماعی توسط دولت انتخاب میشه و خود شستا 188 شرکت زیر مجموعه خودش داره که نزدیک به 50% این شرکت ها پیشتر سهامشون در بازار بورس عرضه می شده و حالا 8 میلیارد سهم از شرکت مادر این شرکت ها نیز وارد بازار بورس شده، در حالی که حق و حقوق مالکین اصلی این شستا که کارگران و کارمندان و بازنشستگان تامین اجتماعی هستن مشخص نشده و همینطور به روابط وراثتی بین این شرکت ها هم هیچ اشاره نشده و این روابط هم نامفهوم و گنگ هستش و اینا فقط تصمیم به فروش سهام گرفتن و باز هم در نهایت مثل سایر فسادهایی که در این سالها رخ داده این مردم ما هستن که متحمل ضررهای هنگفت خواهند شد و امیدوار هستم که مردم ما هوشیار باشند و در انتخاب سبد سهامی که برای خرید پیش میرند خیلی دقت بکنند. از توجه شما به این بخش برنامه بسیار سپاسگزارم و برای یکایک یک شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. خطر کرونا رو جدی بگیرید و تا جایی که میتونید در خونه بمونید. سپاسگزارم و پاینده ایران. ممنون از شما پویا که ما رو در جریان وقایع مربوط به ایران قرار دادی. قابل توجه سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل‌های سیاسی که در پی حذف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایبند می باشند، دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت www.homairan.com مراجعه نمایید. همگرایی ملی ایرانیان، هما. ایران مال ماست. به یاد زنده یاد محمد علی اینانلو، مبتکر کلاس های آموزش اکوتوریسم در ایران، کارشناس ورزشی، روزنامه نگار و مستندساز طبیعت با سابقه 40 سال طبیعت گردی در ایران. خیلی برام ناراحت کننده بود زمانی که می رفتم
مثلا به تخت جمشید، میدیدم که با کلیدی، کاردی، چیزی روی صورت سرباز اخامنشی خط کشیده شده. روی تندیس شاه اشکانی با اسپری یادگاری نوشته شده. درخت بلند مازو قطع شده. جنگل ها از بین رفتن. تالاب ها خوش شدن. دریاچه ها خوش شدن. خیلی فکر کردم که چرا این خطا کشیده میشه؟ چرا این درخت ها قطع میشه؟ شاید شما هم برخورد کرده باشید. در روستایی یه بانوی روستایی حیات رو جارو میکنه، اون چیزایی که جمع شده جمع میکنه تو خاک انداز، پرت میکنه اونور دیوار. این قضیه اصلا ارتباط به تحصیلات و ثروت و طبقه اجتماعی و اینا هم نداره. من مطمئنم شما همتون یا بعضیاتون شاهد این موضوع بودید که یه ماشین 400-500 میلیون تومانی، یه میلیارد تومانی جلوتون داره میره، شیشه میاد پایین، یه دست لطیف ظریفی ازش میاد بیرون که جواهرات شمنگشتر و دستبند و اینا برق میزنه و یه کیسه پلاستیک که توش پوست موز و پرتقال و ایناست پرت میکنه بیرون. چرا این دست میاد بیرون و این پوستا رو پرت میکنه بیرون؟ چرا در داخل ماشین خودش نمیندازه؟ برای اینکه اون ماشین مال اونه. احساس مالکیت داره، احساس تعلق داره. چرا اون خط روی سرباز اخامنشی کشیده میشه و روی دیوار خونه اون جوون یا هر کسی که اون خط رو کشیده روی دیوار خونه خودش نمیکشه؟ برای اینکه دیوار خونه خودش مال خودشه، احساس تعلق داره. خیلی نشستم فکر کردم و غمگین بودم و عصبانی بودم از اینکه چرا ما قدر داشته های خودمون رو نمیدونیم، چرا داشته های خودمون رو از بین میبریم. نشستم سیگاری روشن کردم و فکر کردم. چون سیگار بد آموزی داره، از قضیه حذفش بکنید. فقط نشستم و فکر کردم. مثل اون رفیقمون که از حمام پرید بیرون و گفت یافتم. منم یافتم. چه چیزی باعث قطع کردن درخت راش میشه؟ چه چیزی باعث اون خط کشیدن میشه؟ چه چیزی باعث اون پوستا میشه؟ احساس عدم تعلق و عدم مالکیت. ما یادمون باشه فرزندان طهمورث شاه اسطوره‌ای و افسانه‌ای هستیم. زمانی که پسر خودش رو داشت نصیحت میکرد و برای سلطنت آمادش میکرد، از جمله نصیحت‌هایی کرد، گفت با حیوانات با زبان نرم سخن بگویید. ببینید چه کلام ارزشمندیه. نه تنها اذیتشون نکنید، نه تنها استثمارشون نکنید، بلکه باشون حتی با زبان نرم سخن بگویید. خب چی شده که ما این همه حیوان آزاری میکنیم؟ کفتار بدبخت افتاده توی تله، با چماقم میفتیم به جونش. چی شده با وزن کردن تورهای بلند هوایی هزاران قاز رو قتل عام میکنیم؟ ما مگر فرزندان طهمورث‌شاه نیستیم؟ ما را اگر تو بیمارستان عوض نکرده باشن، یه جایی در تاریخ گم شدیم. ما یک جایی در تاریخ گم شدیم. وگرنه دلیل نداره که اینطور با داشته های خودمون رفتار بکنیم. این گم شدن به خاطر روانشناسی فراموش شده اجتماعی ماست. روانشناسی که جبر تاریخی به ما یاد داده.
جبر تاریخی که به خاطر جبر جغرافیایی دچارش هستیم. کشور ما در جایی از دنیا قرار گرفته، در چهارراه خطرناکی که هر کسی در طول تاریخ حوصله‌اش سر رفته، یه سری به ما زده و ما را اذیت کرده. یه زمانی اسکندر آمد، یه زمانی مغول‌ها آمدن، یه زمانی عرب آمدن، همه ما را اذیت کردن. و اینها باعث شده که ما حس تعلقمونو به مملکتمون از دست بدیم. البته قسم گفتن عدم وطن پرستی نیست، ما آدمای وطن پرستی هستیم. هر موقع که جنگی شده با کمال میل جوانای ما به جبهه رفتن، شهید دادن، نفس عضو دادن، اسیر دادن و کشور رو نجات دادن، وگرنه الان ما نمیتونستیم به زبان فارسی سخن بگوییم. از داستان آریو برزن گرفته که اون فیلم 300 دقیقاً برعکسه، یعنی آریو برزن با 300 نفر جلوی سپاهیان اسکندر رو گرفت تا همین جنگ 8 ساله‌ای که ما تحمیل شد. ما ملتی هستیم با پارادوکس های زیاد. از اون طرف جونمون برای وطنمون میدیم، از اون طرف درش رومیه رو خوش میکنیم. بگذاریم این قضیه رو، ما در تاریخ گم شدیم. من محمد علی اینانلو نشستم و فکر کردم، حالا اون قضیه گفتم اون به کنار، دیدم من سهمم کجاست. به عنوان یک آدم رسانه‌ای میباید کاری بکنم که این احساس تعلق و احساس مالکیت در مردم ما به وجود بیاد، که خوشبختانه به وجود آمده تا حد زیادی. الان دیگه مردم ما به کمک جوانهای شگفت‌انگیزی هستن. باور کنید من بهشون بسیار اعتماد دارم. پسر کوچیک من البرز در یک کشور اروپایی درس میخوند. غروبی بود، داشتیم ما هم دیگه راه میرفتیم، بحثمون شد سر همین موضوع. گفتم البرز تو خیلی داشت همین حرف الان منو میزد. گفتم تو خیلی راسیستی، این طور هم نیست، اینقدر هم جوانای ما برتر نیستن. گفت بیا. در اون کشور که مجارستان باشه دکه‌ای بود، یه ساندویچ‌های میفروختم به اسم گروش یا چنین چیزی، خیلی ساده بود فرمولش، نون بود و کاهو بود و گوشت به ذره سس، به همین سادگی. البرز ساندویچ سفارش داد. گفتم آبا ما تازه. گفت نه نمیخواییم بخوریم. داشت این پسر جوون درست میکرد این ساندویچ رو، یه آدرس ازش پرسی. باور کنید این ساندویچ رو ریخ، سس رو ریخ رو شلوارش، کاهوش افتاد، گوجهش افتاد، نتونست آدرس بده، نتونست ساندویچ درست کنه. شما برید همین میدون آرژانتین، میدون آفریقا، یه جوون کردی اونجا میشست که الان خوشبختانه وضعش خوب شده، تو خیابون وزرا مغازه داره، به اسم یدی. این از پا هم فلج بود. شما باور نمیکنید که همزمان 10 تا مشتری که 10 جور ازش توتون و سیگار و چه و چه میخواستن، اینا رو رد میکرد، را مینداخت، یعنی اینقدر پول تو دستش بود و همه هم راضی بودن. جوانای ما جوانای شگفت‌انگیزی هم، به همین دلیله که الان دیگه ما نمیتونیم، اگه از الان ما شروع کنیم خوش کردن جایی مثل دره ارومیه، دیگه نخواهیم تونست، برای اینکه جوانا جلومون رو میگیرن. نسل ما نسل بی سواد بی عرضه‌ای بود که برنارد شاو ممنونم. برنارد شاو گفت که از دست نزدن شما ناراحت نشدم، از دست زدن تو ناراحت.
ولی عالی بود، مرسی. من آمدم و مسافرت هامو شروع کردم، فیلم هامو ساختم، خوشبختانه تأثیر هم گذاشت. بنابراین من یکی از کسایی هستم که با این ایده‌ای که احساس تعلق خاطر رو به مردم کشور خودم، به جوانهای کشور خودم در حد خودم منتقل کردم، از زندگی 68 ساله خودم راضی هستم. الان شاگردای خودم رو میبینم که یکی استاد دانشگاه شده، یکی نمیدونم فلانجا داره کار میکنه و به شدت احساس تعلق خاطر به وطن میکنه، شاد میشم. امیدوارم روزی برسه که وطن آنچنان مال ما باشه که کاملا بهش وابسته باشیم، کاملا بهش احساس تعلق بکنیم و مثل بوته‌های بزرگی که در کویر باد میبره، چون هیکلشون بزرگ اما ریشه ندارن، به هر گوشه دنیا پراکنده نشیم. ایران مال ماست. زمان پخش برنامه نگاه دوم رسید با خانم شیرین یادگاری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و فعال حقوق بشر همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری. درود ویژه خدمت شما و دیگر همیهنان عزیز خودم. امروز تصمیم داریم در خصوص نقض قطعنامه 2231 جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و اینکه پرونده ایران قرار به شورای امنیت ارجاع داده بشه و بعد از اون صحبتی میکنیم از وضعیتی که سازمان ملل از پرسنل و استاف خودش میخواد که کمپین ها تشکیل بدن و پتیشن هایی رو امضا بکنن در خصوص آتش بس جنگ جهانی خاموش و اشاره میکنیم، مرور میکنیم به پازل هایی که امروز در دنیای بین الملل داره اتفاق میفته، اسنادی که آروم آروم از طبقات محرمانه و طبقه بندی شده خارج میشه و در واقع افکار عمومی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. همطور که اطلاع دارین در 20 جولای 2015 اعضای شورای امنیت ملل متحد، یونایتد کینگدام، بریتانیا، یونایتد استیت، امریکا، چین، فرانسه، شوروی به اضافه آلمان که 5 به اضافه 1 خونده میشن، تصمیم میگیرن که برای رفع تحریم های ایران اقدامی بکنن و اون تحریم هایی که در اون زمان مطرح شده بود توسط این قطعنامه جبران میشه. قطعنامه 2231 اعلام میکنه که ایران اجازه نداره به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه و از هر گونه فعالیت هسته‌ای یا پرتاب موشک یا هر گونه اقداماتی که منجر به تقویت سلاح‌های هسته‌ای و اتمی ایران بشه جلوگیری میکنه و اجازه نمیده ایران در این زمینه فعالیت بکنه. اگر که این فعالیت توسط جمهوری اسلامی انجام بشه، پرونده به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه که ایران به علت پرتاب ماهواره نظامی نور و اینکه حالا اسناد مشخص نشده که آیا در مدار قرار گرفته یا خیر، ولی به دلیل همین فعالیت شروع یا اینکه این موشک ها دارای سلاح‌های هسته‌ای بودن یا اینکه در این شرایط هنوز اسناد مشخص نشده که چه فعالیت‌هایی در کنار اون هم اتفاق افتاده، باید پرونده ایران بر اساس قطعنامه شورای امنیت 2231 به عنوان United Nations Security Council Resolution 2231 ارجاع داده بشه به شورای امنیت ملل متحد. این قطعنامه یک قطعنامه در واقع به نیت حسن همکاری شورای امنیت، اعضای شورای امنیت و کشورهایی که در اون عضو هستند به عنوان یک بسته حمایتی به جمهوری اسلامی سال 2015
معادل با 23 تیر 94 در واقع ارائه شده بود و این بسته حمایتی یک هدیه‌ای بود از دنیای بین الملل به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو لغو بکنه. ولی بعد از اون در 29 مارچ 2016 ایران با پرتاب موشک شهاب 3 و بالستیک هایی که هم کلاهک های هسته‌ای رو هم میکردن و احتمال این وجود داشت که این اتفاق افتاده باشه توسط جمهوری اسلامی توسط اعضای ثابت شورای امنیت ملل متحد مورد اتهام قرار میگیرن، نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد در زمان وقت سال 2016 آقای بانکیمون میفرستن و از اون میخوان که جمهوری اسلامی رو به این دلیل فعالیت پرتاب موشک‌های شهاب 3 متهم بکنه و به شورای امنیت فرا بخونه. و بعد از انجام مراحل اداری و اینکه ایران به شورای امنیت خوانده میشه، در واقع شوروی به کمک جمهوری اسلامی میاد و ایران رو بر اساس قطعنامه 2231 متهم نمی‌کنه و در واقع ایران رو ناقض انجام فعالیت‌های قطعنامه 2231 عنوان نمی‌کنه و اون رو مشمول این شرایط نمی‌بینه و حق رأی میده و وتو می‌کنه، در واقع به جمهوری اسلامی کمک می‌کنه. خب همزمان با این اطلاعات و اتفاقات مختلفی در ایران انجام میشه، به طوری که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا میکنه، به منفی میرسه، سقوط میکنه و در واقع دنیای بین الملل رو متحیر میکنه از این اقدام. همزمان با اون بریتانیا، وزیر بهداشت بریتانیا اعلام میکنه که واکسن های کرونا از 23 اپریل از پنجشنبه در واقع قراره که تست بشن و قراره که رونمایی بشه. قطعات پازلی که همزمان با مسئله کرونا دنیای بین الملل رو در واقع درگیر کرده این هستش که همونطور که در جلسات قبلی هم اشاره کردیم، در دنیای بین الملل اتفاقات مختلفی در دنیای سیاست میفته و کرونا یک موضوع پوششی بوده برای پیشرفت بسیاری از مسائلی که از دید افکار عمومی ممکنه پنهان مونده باشه. و اینکه در جلسات قبل اشاره کردیم جمهوری اسلامی از فضای کرونا داره استفاده میکنه و این فضا رو به یک فضای پوششی تبدیل کرده تا به بمب اتم، سلاح‌های هسته‌ای خودش دستیابی پیدا بکنه. و امروز هم دیدیم که در واقع با پرتاب ماهواره نظامی نور در واقع به این افکار عمومی جامعه عمل پوشوند و پوشش داد که این در واقع از دسترس جمهوری اسلامی دور نیست. اما قطعنامه 2231 در واقع یک زبان الزام آوری در رابطه با تنبیه‌های دیپلماتیکی داره و شروعی هست برای اینکه ایران وارد فاز اجرایی بشه و پرونده ایران در شورای امنیت وارد فاز اجرایی قرار بگیره، به دلیل اینکه اتفاقات متفاوتی در دنیای بین الملل افتاده و اینکه اسناد مهمی از طبقه بندی خارج شده و اینکه شرایط متفاوتی رو به دلایل متنوعی رقم زده، به طوری که سپاه پاسداران، سپاه تروریستی که در داخل ایران و خارج از کشور داره فعالیت میکنه، مبالغ هنگفتی رو در زمینه پرتاب ماهواره نظامی داره انجام میده و هفته گذشته از یک بشقاب ویروسیاب رو نمایی کرد که خب بسیار در واقع مضحک بود و دنیای بین الملل رو به خنده وادار کرد. ولی همزمان با این واکنش، اساتید دانشگاه ایران رو به دنبال داشت که چرا جامعه علمی، جامعه نخبه، گان علمی در مقابل این گونه فعالیت‌هایی که هیچ مرجع علمی نداره سکوت اختیار کردن، هیچ صحبتی نمی‌کنن و افرادی که در این زمینه شایستگی دارن و میتونن در رابطه با مسائل علمی نظر بدن واکنشی نشون نمیدن.
در واقع باید اینجا اشاره بکنیم که یک اتفاق روانشناختی افتاده، تخریب هویتی و تخریب شخصیتی، و اینکه محصولات فکری که در واقع میتونست از گروه نخبگان و از گروه آکادمی که یک کشور و یک جامعه ای تراوش بکنه، در واقع بایکوت شده، سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی در قبال اتفاقهایی که در کشور میفته واکنش نشون نمیده و افرادی که در این زمینه ذی‌صلاح هستن تصمیم ندارن صحبت بکنن و با اطمینان گفته میشه که مسئولیت پذیری و افراد دلسوز و افرادی که دغدغه کشور رو دارن خاموش شده. از طرف دیگه جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد به اعضای پرسنل خودش نامه میفرسته و اینکه در واقع در هفته های اخیر از ما خواسته که پتیشن های مختلفی رو راه اندازی بکنیم و درخواست آتش بس کنیم، یک آتش بسی در خصوص جنگ جهانی خاموش، یک بحران بین المللی خاموش، یک اتفاقی که داره در دنیای بین الملل میفته و اینکه همزمان شده با بسیاری از مسائلی که رخنمایی و کشمکش قدرت‌های منطقه و جهانی رو در واقع درگیر خودش کرده. اکنون وظیفه ما چیه؟ اکنون وظیفه ما این هستش که بین خطر و امنیت یک راه رو انتخاب بکنیم و اون واکنش‌های جامعه مدنی هست، اعتراض‌های مدنی، واکنشی که در واقع خیلی از هموطنان ما دارن انجام میدن ولی بسیاری نسبت به اون بی‌تفاوت هستند و بی‌حسی و تخریب هویتی و تخریب شخصیتی که توسط سپاه تروریست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باعث شده که اعتماد به نفس و اون توان علمی جامعه ایران کاهش پیدا بکنه، واکنش نشون ندن و در مقابل این اعتراض مدنی سکوت بکنن. همینجا خواهش میکنم که نسبت به این قضیه بی‌تفاوت نباشین، اعتراضات مدنی رو شروع بکنید و در کشوری که چراغ‌هاش خاموشه هر کدوم به توان خودمون و اندازه خودمون چراغی رو روشن بکنیم، روشنگری بکنیم و باعث بشیم که شرایط به نحو احسن توسط خود مردم ایران شکل بگیره و هویت گذشته ما یک بار دیگه مشخص بشه. بدرود تا دیدار بعد. با سپاس از خانم شیرین یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم. معرفی کتاب یک سال در میان ایرانیان، نوشته ادوارد گرانویل براون. ادوارد براون از ایران شناسان به نام انگلیسی است که در سال 1862 به دنیا آمد و در سال 1925 از دنیا رفت و مهمترین کتابی هم که درباره ایران نوشته تاریخ ادبیات ایران هست. براون به خاطر تسلط به زبان فارسی و شناخت ادبیات و فلسفه اسلامی و اصول باورهای زرتشتی و بابی با نخبگان روشنفکری ارتباط داشت که تا زمان مشروطه و پس از اون هم ادامه پیدا کرد. کتاب یک سال در میان ایرانیان حاصل سفر براون هست که در سال 1887 یعنی حدود 9 سال پیش از انقلاب مشروطه به ایران اومد. اطلاعاتی که براون در این سفرنامه یک سالش از عادات، رسومات و شیوه زندگی ایرانیان میده قابل توجه است. همچنین اطلاعاتی که از زندگی زرتشتیان و مباحث خودش با بابی ها ارائه کرده. گرچه نویسنده شیفته ایران بوده و شاید قضاوت‌هاش چندان منصفانه نباشه. از سوی دیگه همچنان این سوال به ذهن خواننده میرسه که او واقعا چرا این سفر رو انجام داده؟ آیا علاقه شخصی بوده صرفا؟ مطالعه این کتاب رو به اهل مطالعه پیشنهاد میکنیم. تا دیداری دیگر، خرد یارتان.